خب وقتش رسیده که بیایم وارد راوتینگ بشیم خب یه موضوعاتی رو مطرح کردیم راجع به HTTP متود ها get, post, patch, put, delete و غیره و خب یه پروژه هم خیلی کوچیک دیولوب کردیم که میتونستیم باهاش هاش صفحات رو ببینیم خب من اومدم اون فولدر رو کپی پیست کردم به خاطر اینکه اگه میخواید تغییرات قبلی رو فقط بررسی کنید میتونید توی اینترو اکسپرس چیز بررسیش بکنید اگر میخواید که حالا بخش جدید که راجع به راوتینگ هست رو ببینید میتونید بیاید داخل این فولدر اکسپرس چیز راوتینگ که همون اطلاعات هستش ولی خب حالا من تغییرات جدیدی رو داخلش میدم که میتونید ببینید خب برای اینکه بخوایم این پروژه‌ای که داریم رو یک که خب اول اجراش بکنیم من بعد وارد اکسپرس جی اس بشم و دستور ان Run ران رو همونجور که داخل پکیج جیسون هست بزن خب اینجا به من میگه که خب چون کپی کردی خب باید بیای ان Install بکنی ان Install رو انجام میدم نوت ماژول رو ایجاد میکنه میبینید که من یه دونه دات اضافه کردم که این رو داخل یتاب به من پوش نکنه نود اندرسکور ماجور رو سن. خب حالا من این فولدری که دارم اکسپرس جیس روتینگ داخلش خب الان تغییراتی هایی که داریم میگه کل فولدر جدیده و خب حالا میتونم بیام دستور NPM Run Start رو اجرا بکنم میام اینجا و خب انتظار دارم که صفحه اول هومپیج رو ببینم همونطور که اینجا وجود داره خب توی Express .js, قسمت بیسیک راوتینگ اینجا داریم که خب مثلا مثال های مختلفی که زده مثلا راجبه به اینکه App.get دقیقا همین چیزی که ما اینجا قرار دادیم میتونه هلو ورلد رو چاپ بکنه و اینجا مثال های بعدیش هستش که مثلا یکیش هست راجبه به پست خب من الان این پروژه رو که اجراش میکنم نگاه بکنید که به من داره میگه شما روی پورت 3000 اپ کراش کرده خب همین الان من اگه بخوام اینو بررسیش بکنم میتونم اولین کاری که بکنم اینه که پورتم رو تغییر بدم ببینم آیا پورتم خراب شده یا ایراد دیگه ای وجود داره میبینید که وقتی پورت تغییر دادم رو پورت 4000 یا پورت 4000 داره به خوبی کار میکنه پس یه موقعی هستش که شما ممکنه که اپ قبلیتون روی اون پورت هنوز داره اجرا میشه و خب مثلا لازم دارید که توی ترمینال برید و اون اپ رو پیدا بکنید و ببندید که من وارد جزیات اون نمیشم ولی خب اینجا میتونید پس به راحتی اگر خطایی به این شکل گرفتید که توش داخلش خط لیسن داشت احتمالا به پورتتونه که باید تغییرش شدید خب اینجا پورت 4000 من اومدم گت رو ایجاد کردم که هلو World همین چیزی که اینجا وجود داره و خب روت بعدی پست هستش که من از توی داکیومنتیشن وراشم و گذاشتم اینجا تفاوتی که داره میگه که پست ولی میبینید که آدرس دقیقا همون اسلش هست خب پس من اگر ریفرش بکنم ریکوست من گت ارسال میشه و هلو World چاپ میشه چطور میتونم ریکوست پست رو شبیه سازی کنم چیزی که میخوام با آشنا بشیم اسمش هست پستمن که یک ابزاریه برای اینکه بخوایم ما داکیومنتیشن رو مثلا روی ای, پی ای ها انجام بدیم یا اینکه بخوایم ای پی آی ها رو تست بکنیم خب چجوری کار میکنه شما میتونید که بیاید داخل اینجا پستمن و خب مثلا اینجا میبینید که بخش آنلاین داره میتونید بیاید توی ورک سپیس خودتون و اینجا براتون میونید که وب داد ایجاد میشه و حالا مثلا اینجا میگه که میتونید نسخه دسکتاپش رو اجرا بکنید یا اینکه میتونید مثلا همین نسخه وب رو استفاده بکنید خب من مطمئنا برای اینکه کارم هستش پستمن رو نصب دارم دانلود کردم و نصبش کردم و خب به این شکل اجرا میشه و میبینید که این محیط حالا من اومدم دارک تم رو انتخاب کردم و غیره و خب سری پروژه که اینجا داخلش تعریف شده و اینجا قسمتی هستش که باز دوباره سیکشن داره که میگه اینها هیستوریایی هستش که استفاده کردی دارم کلیرش بکنم میتونم بیام داخل کالکشنز کالکشن هامو بررسی بکنم تمام این دیتا رو میبینید که به نحوی اینجا هم دارم من الان اسکی فور رو بزنم اینجا میتونم ای پی آی ها و مثلا کالکشن ها و غیره رو همه رو داشته باشم خب من الان مثلا برای پروژه ای که دارم میام یه کالکشن جدید ایجاد میکنم به اسمش میذارم نود و نود الان این قسمت هستش که اینجا تعریف شد میتونم بیام و حالا مثلا یه دیتایی که قبلا وجود داره رو فعلا پاک بکنم میبینید که مثلا من پروژه هایی که میخوام رو هم اینجا استار کردم و به این صورت اینجا قرار گرفته خب نسخه وبش رو من کاری ندارم با همین نسخه که نصب شده دارم پیش میرم میبینید که خب من یوزر دارم با ایمیل خودم در نتیجه تغییراتم داخل این اکاونتی که دارم سیف هم میشه بیایم بررسی بکنیم پس من تونستم داخل نود با بروزر با پورت 4000 هلو ورد رو بگیرم خب چجوری میتونیم با پست همون رو شبیه سازی بکنیم من اینجا اگه این پلاس رو بزنم میتونم بیام اینجا این رو کپی پیس بکنم داخل اینجا قرار بدم اینجا من قدرت اینه دارم که متدم رو انتخاب بکنم این لیست متود ها ممکنه که زیاد باشه ولی ما با معروفاش کار داریم که خب حالا گت ما به این صورت اینجا قرار گرفته من میتونم بیام ببینم که خب تب های مختلف چه چیزی هست ما خب قراره که وقتی API ها رو دیولوب میکنیم با این تب های مختلف هم کار بکنیم خب برای شروع خب من همین گت رو که دارم میتونم سند رو بزنم و خروجی من اینجا هلو ورد توی قسمت بادی قرار گرفته اگر پریویو بزنم همون چیزی هستش که اینجا وجود داره و اگر نسخه ای هستش که به صلاح همه HTML ها رو پاک کرده و غیره میبینید که ریسپانس من به این صورت اینجا قرار گرفته خب حالا من اگر بخوام میتونم بیام اینجا بگم پست و سند رو بزنم خب یعنی من ریکوستم رو پست کردم و اینجا گات پست ریکوست رو گرفتم پس من بروزه نتونستم بیام ریکوست پست رو شبیه سازی بکنم باید حتما یه ساختاری داشته باشه جاوا اسکریپت کد بزنید و غیره ولی داخل پست من به راحتی تونستم بیام و شبیه سازی بکنم و این رو داشته باشم حالا مثلا شما ممکنه که اینجا مثلا من که انجام میدادم اینجا گت بنویسم Save رو بزنم بیام اینجا از اینجا نوتریس رو انتخاب بکنم و داخل اینجا مثلا میگه که ریکوست نیم چیه میگم که get homepage. وقتی ذخیره بکنم میبینید که اینجا get homepage ذخیره شد حالا من همین رو میتونم دوباره مثلا بیام تغییرش بدم به پست اینجا سیو از بزنم و اینجا بهش بگم پست هوم پیج داخل نوت جی و حالا سیف تو نوت جی اس ببینید که اینجا دوتاش بر من قرار گرفته حالا بس پم اگر پست رو دوباره سند بکنم به من میگه که گات پست ریکوست بیایم برگردیم به کدوم ببینیم چه اتفاقی افتاد پس من وقتی که گت صدا زدم به من این رو برگردون وقتی که پست صدا کردم به من گات پست ریکوست رو برگردون و مثال های که داخل اینجا داشتیم پوت بود و دیلیت خب پس من میتونم بیام این رو اینجا قرار بدم پس بعد دیلیتش رو هم میدارم میارم میدارم اینجا و خب اپ من ریستارت شده ما الان گیت پست پوت و دیلیت رو داریم خب شما ممکنه که مثلا جز اون لیستایی که دیده باشید مثلا پچ رو هم دیده باشید که خب دوباره میتونه اینجا قرار بگیره و اینجا هم مثلا برای اینکه مشخص بشه پس رو قرار خب اینها میبینید که من توی اسلش قرار دارم و این یکی ها داخل اسلش یوزر پس دوباره داخل داخل پست من میشم میام اینجا و میگم اسلش یوزر همین چیزی که اینجا دارم مثلا پوت رو انتها میکنم اسلش یوزر این اسلش یوزر اگر با گت صدا بکنم ببینیم چه اتفاق میفته یکی این که زخیرش میکنم مثلا میتونم اینجا بگم که پوت یوزر اگر با گت صداش بکنم چون گتی ندارم که تعریف شده باشه به من برگردون error حالا میتونم اینجا, اینجا نسخهشم ببینم میگه که گت یوزر وجود نداره پس حالا اگر بیام پوت رو تعریف بکنم پوت خب میدونم وجود داره گت پوت ریکوست رو اینجا گرفتم همینطور برای دیلیت اگر من تغییرش بدم به دیلیت دوباره دیلیت ریکوست رو میگیرم و اگر تبدیلش کنم به پچ پچ رو میگیرم پس شما یاد گرفتین که بیاین حالا این چهار پنجتایی که معروف هستن get, پست، پچ، پوت و دیلیت رو باهاش کار بکنید و اینها رو بتونید با پستمن شبیه سازی هم بکنید خب یه تفاوت داره مطمئنا وقتی که ما جلو میریم بیشتر میتونیم با اینا کار بکنیم حالا فرض بکنیم یه پروژه خیلی ساده من یه لیست یوزر دارم که یوزرهای من به صورت خیلی ساده یک نین دارن که اولیش احسان مثلا ایج مثلا 31 هست خب اگر من وارد صفحه اصلی شدم دوست دارم که در کنار اینکه که اینجا میبینم این رو بیام و خب بهش بگم که برای جایی که این رو به من برگردونی به یک استرینگی برگردون و بگو که user number و اینجا users length رو برگرد خب میتونم این رو چون get, get هستش با بروزر هم شبیه سازی بکنم میگه که یه دونه یوزر وجود داره خب پس من تونستم که بیام صفحه اصلیم رو اینجا تعریف بکنم اینجا من برای اینکه ریکوست ها رو همه رو داشته باشم میتونم این گت رو اول باز بکنم سند کنم و خب get user one رو بگیرم قسمت دوم میخوام بهش بگم که اگر با اسلش و حالا اینجا هم من این رو دارم تغییر میدم به یوزر میگم پست پست برای چه چیزی استفاده میشه پست برای کرییت کردن ایجاد میشه پس اسلش برای رید کردن یعنی این get برای رید کردنه من اینجا باهاش تونستن تعداد رو بگیرن میتونم همین رو تبدیلش بکنم به read users یعنی یه read باشه که اینجا get باشه و به ازای این که مثلا این رو برگردونه بیاد برای من لیست یوزر هامو برگردونه پس من میتونم اینجا بهش بگم که بیا و برای من get users کن و یوزرز رو برگردون پس میام اینجا همین دقیقا چیزی که اینجا قرار داره رو میخوام بهش بگم تعداد یوزرها رو بر من برگرد خب پس حالا من اینجا اگر یوزر رو با گت صدا بکنم دوباره انتظار دارم که تعداد رو بگیرم حالا میخوام بهش بگم که اگر create شد بر من دوباره تعداد یوزرها رو بگیر که میخوام به یوزر هم یه دونه اضافه بشه خب چجوری این کار رو میتونیم انجام بدیم توی قسمت پست من اینجا خب بهتر که پست رو باز بکنم و اینکه رو ببندم اینجا من نمیستم یوزر دقیقا اون چیزی که دارم اینجا فعلا چون کپی کردم از داخل پست به من میگه تعداد یکی ولی میخوام بیام و اینجا داخل بادیش تعریف بکنم که بر من یک ریسپانسی ارسال بشه یعنی دیتایی که میخوام کریت بشه وجود داشته باشه خب یکی این که فرض بکنیم اگر وجود نداشته باشه چی من میخوام یعنی کاری که میکنم اینه که بگم یوزرز پوش بشه و اینجا دیتای جدیدی داخل جیسون این اره یوزرز قرار بگیره یعنی مثلا نیم الکس و ایج مثلا 30 و بعدش بیاد بر من تعداد رو بگه میبینید که الان دو قرار گرفت و هر چی که میزنم بر من اضافه میشه هفت 6 و همینجوری میره بالا ولی هر بار که ذخیره بکنم بزنم این دوباره از دو شروع میشه چون سرور من ریستارت میشه یعنی کل دیتا از اول لود میشه یوزرز خب یه دونه داخلشه و دوباره تعریف میشه دوتا میشه پس من میخوام که حالا این دیتایی که وجود داره بیاد و از داخل این به صلاح حالا به این یو که داریم صداش میکنیم داریم میگیم ای پی میخوام که من اینجا بتونم براش یه بادی بفرستم یک اطلاعاتی رو بفرستم بادی منظور اون اطلاعاتی که ارسال میشه ممکنه شما کلمه پیلود رو هم بشنوید خب بستگی داره به اینکه چه کاری میخوام انجام بدیم خب اینجا داریم که فرم دیتا یعنی دیتایی که اگر مثلا سابمیت کردن یک فرم مثلا کانتکت فرم داخل وبسایت یا اینکه مثلا همراه با اطلاعات دیگه یه. یا اینکه مثلا گراف شما ممکنه که بخواید گراف حالا بیشتر راجع بهش صحبت بکنیم یا اینکه دیتاییه که من دارم اینجا خودم تعریف میکنم میگم مثلا دیتایی که میخوام بفرستم جنس جیسونه جیسون ساختاریه که خب به این صورت به صورت ابجکتی تعریف میشه یعنی من میتونم اینجا بهش بگم نیم الکس مینویسم نیم الکس که اینجا به من میگه که اینجا شما باید حتما داخل دبل کوتیشن تعریف کنید یعنی یک استانداردی رو تعریف میکنه و حالا مثلا میگم ایج شمسی و خب این رو میخوام حالا ارسال بکنم خب پس من اگر اون ارسال بکنم اینجا داخل یادتونه که ما داخل نوجیس هم صحبت میکنیم یه راجع به ریکوست و ریسپانس صحبت کرد اینجا وقتی ما میگیم rest.send یعنی response... این ریسپانس من سند بشه و وقتی میخوام ریکوستم رو اطلاعاتشو رو بخونم میتونم اینجا بهش بگم که console.log بکن ریک مثلا بادی و اون اطلاعاتی که میخوام بگیرم رو ازش بگیرم پس من اگر ریکوست بادی رو کنسول لاگ like بکنم میتونم اینجا سیف بکنم بزنم و رکتاد بادی رو ببینم که اینجا چیزی که اومد بر من undefined خب ما پس همینجوری نمیتونیم داخل اکسپرس جی بیایم و به سلام بادی رو از داخل ریکوستمون اون چیزی که ارسال کردیم بگیریم پس ما لازم داریم که بیایم و این رو بعدا بیشتر راجع به صحبت بکنیم که این داخل پست من چه اتفاقی باید بیفته که من بتونم این اطلاعات رو بگیرم حالا قبل از اینکه وارد مفهوم این بشیم که دقیقا چه اتفاقی میفته من اینجا راه حل این رو بهتون میگم که اینجا ما توی اکسپرس میتونیم استفاده بکنیم app.use و داخلش بنویسیم express.json یعنی بیا و از داخل اکسپرس جیسون رو بگی و یوز کن خب پس من حالا اگر بیام این رو بفرستم میبینید که روی بادی من به این صورت اینجا تعریف میشه و من میتونم نیم و age رو بگیرم پس دیگه لازم نیست خودم اینجا اطلاعات رو بهش بدم میتونم بهش بگم که رکتات رو اینجا پوش بکن و حالا اگر بیام بزنم میبینی که اینجا دو شد میتونم الکس رو به سه تغییر بدم مثلا اینجا سه میشه برای اینکه مطمئن بشه داخل دقیقا یوزر چه اتفاقی هم هست میتونید کنسول لاگش بکنید و جواب رو ببینید خب پس من تونستم بیام لیست یوزرهامو اضافه هم بکنم حالا داخل بعدیش داخل پچ پچ برای چه کاری استفاده میشه پچ برای وقتی که میخوای یکی از دیتا هایی که وجود داره رو بیایید و تغییر بدید خب پوت و پچ ساختار شبیه هم دیگه دارن پچ مثلا برای اینه که شما میخواین یه ریپلیس بکنید پچ برای اینه که میخواید آپدیتش آبدی... بکنید خب من تو داخل پچ میخوام بیام و مثلا نیم اولین یوزری که داشتم مثلا احسان رو آپدیت بکنم میتونم پس بیام بهش بگم که خب بیا و از رکتاد بادی نیم رو بگیر یعنی من میام اینجا پچ میگم که مثلا اینجا بر من بفرست آپدیت نیم به این صورت حالا میتونه این صورت هم تعریف بشه و اینجا مثلا بنویس جک خب حالا من اگر این رو با پچ بفرستم یعنی اینجا دوباره میتونم دیتا رو با ریکوست بادی بگیرم پس میتونم بهش بگم که یوزرز صفرم که حتما وجود داره و اون احسان هست نیمش رو برابر بذار با بادی updated name و اینجا مثلا تعداد رو دوباره بگیرم خب من میخوام ببینم دقیقا اطلاعات من اونجا قرار گرفتی یا نه آیا میتونم جیسون رو اینجا برگردونم بیا بنویسیم مثلا یوزرز رو برگردون اینجا من میزنم میبینید که یک جیسونی برمیگرد یه دونه اری به این صورت برگشته که وقتی پریتی شده قابلیت پستپن استفاده شده این دقیقا اری هستش که ما اینجا وجود داریم خب من میتونستم جای این بنویسم رستا جیسون یوزرز حالا اگر این رو بزنم دوباره میبینید همون ریسپانس میگم لازم در کامنت کنم و باز دوباره همون رو به اون برگردون خب این یه مسئله یه که من دیگه وقتی می نویسم جیسون یعنی اینکه که ریسپانس من از جنس جیسونه ولی تو حالت قبلی ریسپانس من از جنس یه تکستی بود که حالا بروزر فهمید که اون جیسونه پس یه تفاوت های ریزی اینجا وجود داره من الان خب مطمئنم که دارم با جیسون توی پچ کار میکنم میتونم بیام اینجا و میبینید که خب اینجا جک نیم اولی من تغییر پیدا کرده پس اگر می من دقیقا همین, ریس همین رو اینجا می و قرار میدادم با پست توی بادیش می اومدم و خب اینجا رو اینجا می اومدم قسمت جیسون اینا خب یه مروری هم میشه نیم جدیدی رو وارد میکردم مثلا میگفتن نیم مثلا سرا و ایج مثلا 31 خب پس من میخوام بهش بگم که یک یوزر جدید پست کن ایجاد کن قبل اینکه سیوش بکنم میتونم همین رو ارسال بکنم ارسال شد بعد بیام داخل پچ خب من بیام یوزر اول رو اسمش رو تغییر بدم و مثلا اطلاعات رو رو بگیرم پس حالا اگه سند بکنم میبینید که سار سرا هم به لیست من اضافه شده یعنی کرییت من کار کرده و بعد اومده نیم اولی رو تغییر داده اون چیزی که احسان بوده رو تبدیل کرده به جک خب حالا من اگر یاد گرفتم که رستا جیسون یوزرز بزنم میتونم موقعی که ایجاد میکنم هم این کار رو انجام بدم میتونم موقع رید کردن هم همین کار رو انجام بدم و لیست یوزرها رو وقتی گیت کردم کامل بگیرم وقتی ایجاد شد کامل بگیرمش وقتی که دارم پچ میکنم مثلا دوباره اون دیتا رو بگیرم حالا من اینجا دقیقا گفتم که یوزر اولیم تغییر کنه شما ممکنه که مثلا بیاد اینجا داخل پچ داخل بادی بهش بگید که مثلا ID و مثلا اون بر اساس این باشه که صفر یعنی اینکه اینجاست یک یا هر چیزی و بر اساس اون کار بکنید یا ممکنه که بخواید خلاقیت بیشتری بزنید مثلا اینجا بگید که بیا و بر من صفر رو آپدیت کن یعنی من بیام اینجا روتم رو تغییر بدم خب الان برمن من تغییری که کرد اینه که خب اینجا ارور داد چون من اسلش صفر رو اینجا قرار دادم خب آیا من میتونستم بیام اینجا داخل پچم بگیرم که آیدی رو اینجا قرار بده اگر من بیام این کار رو بکنم یعنی با یه دو نقطه این رو تعریف بکنم میتونم بیام اینجا و میبینید که الان دیگه به من ارور نداد و خب تونسته به خوبی کار بکنه ولی من صفر رو همچنان اینجا قرار دادم میتونم بیام کنسول دا بکنم برای اینکه شما متوجه بشید چه اتفاقی میافته میخوام خب آیدی رو بگیرم میتونم بگم که رگ و حالا اگر سیو بزنم و ارسال بکنم میبینه که داخل پارامز من آیدی صفر قرار داره یعنی من میتونم جای این صفری که اینجا وجود داره بنویسم رگ و حالا پچ من بر این اساس کار میکنه پس من میتونم بیام با کرییت یک مثلا یوزر جدید اول ایجاد کنم سرا رو ایجاد کردم بعد مثلا میتونم الیز رو اضافه کنم الی رو اضافه میکنم سه تا یوزر دارم اینجا من میدونم که سه تا یوزر دارم یوزر اول رو میخوام یوزر اول من یعنی سرا رو میخوام اسمش رو عوض بکنم بذارمش مثلا رابرت و حالا سند میکنم یوزر اول من دقیقا عوض شد و حالا این دقیقا اون چیزیه که من میخوام و اینجا اسمش برابر با اون چیزی شد که من میخواستم تعریف بکنم خب پس این داره به خوبی کار میکنه ما الان یاد گرفتیم که با پچ حتی بیایم مثلا دیتا رو به این صورت داخل یو بگیریم یاد گرفتیم که چجوری میتونیم دیتا رو از توی بادی بگیریم که من اومدم اینجا رو تبدیل به جیسون کردم و حالا همین اتفاق برای پوت میتونه بیفته داخل داخل دیلیت شما خب مطمئنا الان یاد گرفتین میتونین بهش بگیم که اینجا اول برای من دیلیتش کن یعنی اینکه مثلا دیلیت کن یوزرز رو و حالا مثلا اینجا دوباره بهش بگم آیدی رو از روت بگیر و به این صورت مثلا دیلیت کن پس من دوباره میتونم اینجا بیام سنت کنم دو تا ایجاد شد بیام اینجا بهش بگم که دیلیت کن یک رو دیلیت کن و میبینید که خب یک دیلیت شد و اینجا مثلا نال بر من چاپ شد شما ممکنه که مثلا بخواید دیلیتش بکنید بخواید مثلا تعریف بکنید که کلا جیسون جدید ایجاد بشه ممکنه که این تغییرات داخل دیتابیس باشه هر اتفاقی که هست میتونید به این روش پیش ببریدش و کاری که میخواد برای دیلیت میخواد اینجا انجام بشه خیلی وقتا توی دیتابس وقتی دیلیت میشه استاتوس دیتا تغییر میکنه حالا ما اینجا با همین پیش میریم دیلیت و اینجا هم خب برای پوت دوباره مثلا فرض کنید که پوت میخواد دیتا جدیدی رو اضافه بکنه مثلا میتونه بگی که مثلا جاب بعد اینجا بهش بگه که برابر هست با ریک داد بادی پس من میتونم داخل پوت بهش بگم که اینجا آیدی رو بگی بر من این رو هم برگردون و جاب رو به لیست این اطلاعاتی که این یوزر داره اضافه بکن یعنی من اینجا میان داخل پوت میگم برای یوزر صفر من یا دیتا جدیدی رو به عنوان مثلا پروگرامر اضافه بکن و اینجا میگه که نیم ایج و جاب حالا اضافه شد و من تونستم پوت اطلاعات جدیدی رو داخلش کرد خب شما الان یاد گرفتین که بیاین و دیتا رو برای یوزر گست بکنی برای یوزر بتونید ایجاد بکنی برای یوزر بیاید با یک آیدی خاص مثلا تغییرات ایجاد بکنید تغییرات رو یک تغییر مثلا فرض بیشتری باشه و یا اینکه مثلا فرض کنید بیاید دیلیتش بکنید ساختار پود و پچ و غیره همشون میتونن به جای هم, هم استفاده بچن ولی ما اینجا کاری که داریم میکنیم یه مقداری ساختاردهی بیشتری داره یه مقداری تعریف بهتری داره اسم این چیزی که ما داریم انجام میدیم یک به صلاح هست که معروف به رست فول و اگر شما رست فول ای پی آی ها رو مثلا سرچ بکنی اطلاعات زیادی راجبش هست جزئیات خیلی زیادی داره ولی خب مثلا تعریفی که داخل ویکیپدیا راجبش میشه مهمه که حالا خیلی کلی میاد میگه که دقیقا منظور از این رست فول چیه و اینجا چیزی که وجود داره اینه که میگه گت یعنی گت میکنه پست یعنی اینکه میاد و پست میکنه و یک ساختار به صلاح رست رو تعریف میکنه حالا, ما م... حالا بعدش اومدن گفتن که خب رست فول یعنی چی رسول ای پی آی، حالا این سرویسی هستش که اینجا وجود داره یه سری مزی... مزایا داره که این مزایاش اینه که شما بتونید دیتا هایی که تعریف میکنید برای مثلا دیلیت کردن پوش و غیره این ساختاری رو داشته باشه که من اینجا تعریف کردم یعنی با یوزر یا مثلا فرض کنید یوزرز دیتا رو ایجاد بکنید یعنی اینجا مثلا نباشه مثلا کرییت مثلا با همین یوزر باشه با یه دونه آیدی بتونید تغییرش بدید و با آیدی هم مثلا بتونید دیلیتش بکنید خب ما بیشتر پیش میریم برای خیلی راجع به رسپول ای پی آی صحبت بکنیم قرار خیلی رسول ای پی آی بکنیم برای اپ های مختلفی که داریم این ساده تری مثالی هستش که شما برای رسول ای پی آی میبینید و امیدوارم که حالا تو این ویدیو یه ایده خوبی راجع به کلا این فرایندی که ما چیزهای مختلفی با جیسون و یورل های مختلفی را هندل میکنیم گرفته باشید